سلام دخترا، امروز میخوایم راجع به جوش چونه صحبت کنیم که خیلی دردناک هستش. من که به شدت درد میکنه وقتی که جوش از چونم در میاد، خیلی دردناکه، یعنی نمیتونم دست بزنم. یه درمان طبیعی براش پیدا کردم که فوق‌العاده مؤثر و تاثیرگذار بود برای جوش چونه. با من تا انتهای ویدیو باشین که به شما هم معرفی کنم این درمان طبیعی رو. ظاهر شدن جوش روی چونه بسیار رایجه، به خصوص بین خانم‌ها و دخترها و پسرهای نوجوان. جوش روی چونه معمولاً نتیجه نوسانات هورمونیه که میتونه در دوران بلوغ یا چرخه قاعدگی یا بعد از اصلاح به وجود بیاد. با این حال هر فردی در هر سنی ممکنه روی چونه خودش جوش بزنه. چونه به دلیل محل قرارگیری اون در صورت مستعد جوش و آکنه است. همونطور که گفتیم یکی از دلایل عمده این عارضه تغییرات هورمونیه، اما دلایل بیشتری برای این مشکل وجود داره که عبارتند از چرب بودن پوست. چربی طبیعی پوست میتونه میکروب، سلولهای مرده پوست، ذرات موجود در محیط و باکتری رو در منافذ پوست گیر بندازه. در این شرایط منافذ پوست قرمز و ملتهب میشن و جوش به وجود میاد. جوش چونه به راحتی درگیر این شرایط میشه. البته از نظر دلایل جوش های روی چونه هیچ تفاوتی با جوش های دیگر قسمت های بدن مثل صورت، گردن، سینه و پشت نداره. با این وجود چونه مستعد تجمع چربی و ایجاد جوشه. نوسانات هورمونی، آندروژن ها هورمون های مسئول تولید سبوم هستند. سبوم چربی مسئول بسته شدن منافذ و ایجاد جوشه. از اونجایی که هورمون ها میتونن در دوران بزرگسالی نوسان داشته باشن، جوش های روی چونه میتونه در هر زمانی ظاهر بشه و از بین بره. یعنی در سن بلوغ، دوران بارداری، بعد از زایمان و حتی در دوران یائسگی احتمال بروز این مشکل وجود داره. آره، این واقعا نوسانات هورمونی خیلی خیلی تاثیرگذاره. من دیدم توی سنی که خیلی بالا هست یا سنی خیلی کم چونشون جوش زده. موی زیر پوستی، گاهی ممکنه شما روی چونتون آکنه نداشته باشین و مویی که زیر پوست به دام افتاده شبیه به آکنه به نظر برسه. در واقع گاهی موها به جای اینکه به سمت بیرون رشد کنن به سمت داخل رشد میکنن. در این شرایط اطراف مو قرمز، متورم و دردناک میشه. خیلی از افراد این برآمدگی رو با جوش اشتباه میگیرن. روزا 3، این یه بیماری شایع پوستیه که باعث میشه رگهای خونی متورم بشن و در نتیجه قرمزی قابل توجهی رو ایجاد کنن. در بعضی موارد روزا 3 میتونه باعث ایجاد برجستگی هایی پر از چرک در پوست بشه. این برجستگی ها شبیه به جوش به نظر میرسن. استرس و اضطراب، یکی از دلایل جوش چونه و صورت که توی هر سنی به وجود میاد استرس و تجربه شرایط تنش‌زاست. استرس عملکرد هورمون‌ها رو مختل میکنه و پوست رو وادار به واکنش میکنه. واکنش پوست معمولاً به صورت جوش و آکنه است. اتفاقاً آکنه روی چونه یکی از نمودهای استرس در پوست صورته. راه طبیعی و بی دردسری که برای رفع این مشکل وجود داره صابون قهوه است. صابون قهوه از چند جنبه مختلف در درمان و جلوگیری از آکنه چونه نقش داره. اول اینکه صابون قهوه تنظیم کننده چربی پوسته. با از بین رفتن چربی اضافه پوست احتمال بروز جوش خیلی کم میشه. مورد دوم اینکه صابون قهوه مثل لایه بردار سلولهای مرده، باکتری و چربی جمع شده در منافذ پوست رو از بین میبره. به این ترتیب منافذ پوست پاکسازی میشن و از تورم و التهاب اون کم میشه. فایده دیگه این صابون تنظیم پهاش پوسته. با تنظیم پهاش پوست احتمال بروز جوش خود به خود کم میشه. این صابون سرشار از ویتامین ای، انواع اسیدهای چرب و انواع آنتی اکسیدان هاست. آنتی اکسیدان ها پوست رو ضد عفونی میکنن و به اصطلاح جوش ها رو خوش میکنن. این فرایند به بهبود وضعیت شما کمک میکنه. شما از این صابون میتونین صبح یا آخر شب که میخواین بخوابین استفاده کنین. اول باید صورتتون هیچ نوع کرم یا کرم پودر یا پنکیکی روش نباشه. بعد دستتون رو نمدار یا همون خیس کنید و از صابون به دستتون بمالید و با دستتون چونتون رو به مدت 5 دقیقه به آرومی، خیلی نمیخواد دستتون رو فشار بدین، به آرومی 5 دقیقه ماساژ بدین و بذارین حدود 1 دقیقه بدون ماساژ روی چونتون بمونه کف های صابون و بعد صورتتون رو شستشو بدین.
این ترکیب رو ما نمیگیم که شما یک روز در میون یا هفته دوبار سه بار انجام بدین، هر روز این رو انجام بدین. حالا یا شب که میخواین بخوابین یا صبح که از خواب بیدار میشین صورتتون رو میخواین بشورین، بعد اون این کار رو انجام بدین. ولی به نظر من این کار رو شما شب قبل از خواب انجام بدین خیلی بهتره و تاثیرگذارتره. یه سری توصیه هایی برای روزمره شما بگیم که به بهبود و جلوگیری از جوش چونه کمک میکنه. روزی دوبار صورت و ناحیه چونه رو با شوینده مناسب بشویید. به محض اینکه چونتون توسط مواد غذایی یا هر ماده دیگری کثیف میشه اون رو تمیز کنین. از مصرف غذاهای چرب و خیلی شیرین خودداری کنین. صورت و چونتون رو با دست لمس نکنین. اگر استرس دارین اون رو با یک روش مناسب کنترل کنین. از ضد آفتابهایی که چربیشون کمه استفاده کنین و رخت خوابتون رو همیشه و تونتون بشورید و تمیز نگه دارید. مواد آرایشی و محصولات پوستی که چرب و سنگینه و در منافذ پوستتون جمع میشه استفاده نکنین. از مواد آرایشی و محصولات پوستی بی کیفیت با مارک های ناشناخته استفاده نکنین. هرگز با آرایشتون روی صورت نخوابین. شما میتونین برای کمک به کاهش التهاب روی چونه یک کیسه یخ رو به مدت 5 دقیقه روی ناحیه قرار بدین. از برداشتن جوش ها یا تلاش برای از بین بردن اونها با انگوش خودداری کنین. این ویدیو رو برای دوستاتون هم ارسال کنین. میدونین کسایی که از جوش چونه رنج میبرن و هر کاری میکنن از بین نمیره، این صابون و این ویدیو رو بهش معرفی کنین. امیدوارم استفاده کرده باشین از این ویدیو. اگر دوست داشتین حمایت کنین ما رو. خدا نگهدار.